اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. من بودم و علی فرصت با نصرت و آره و اینا در کافه‌ای همین بغلا عاشق علی که شد ساقی جامی به یاد عشقش بالا برد با جمله‌های تند و ادعای لاتی تیغی که در غلاف چنان ماند تا زنگار زنگ شد یادش بخیر بهمن خوبان در روزهای عاشق در قیصر و امامزاده توقی وقتی که عشق میریخت تا دستهای پاکش در خون سیدش آلوده گناه نباشد. بیژن، بهمن، اردوان از بچه های شاهنامه در خدمت پدر بودند. مردی که عشق فردوسی را در جان و در جهان عزیزانش رویان. دیروز بهمن خاموش شد مثل علی و بیژن. ما ایم و اردوان، یارا سرت سلامت. چشمان عشق بارد روشن. اینک بابا غلام حسین، بیژن و مادر در پیش پای بهمن بر سفره همیشه پر از عشق گیلاس‌های خود را بالا بردند. من بودم و علی فرصت، من بودم و تو بودی و دیروز بود و عشق. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه 17 اوت 27 مرداد به شما سلام. بهمن نازنینی که بسیار دوستش داشت، رفیق خوب. یه زمانی بود با مرتضی عقیلی عزیزم که میدونم چشماش گریانه، با بهمن یدی شیراندامی، میرلوهی عزیزم یه توپایی رو میسا، همایون جان نازنی، روزایی داشتیم با هم زندگی میکردیم و بهمنم هر موقع یه خورده سرحال میشه بهمن جان بگو. من بودم حاجی نصرت، رضا فرصت، آرومانا. خیلی میدونم مسعود کیمیایی گریانه، میدونم اردوان عزیزم که بسیار، اردوان جان رو تو میبوسم از راه دور و تو مانده ای از مفیدها و خواهر نازنین، پایدار باشی. بهمن نام و جایگاه خودش رو تثبیت کرد. یه نفر دیگه هم از نزد ما رفت، سهراب محمدی، استاد دوتا در خراسان. نام و یادش چنان گسترده بود که از اونجا به چارسوی ایران میرسید. میشست با اون لباس قوچانی و با اون کلاه و عمامش و عمامه پر از رنگ و آخه بخشی جان خراسان دل به جان ساته و دلگیتا. این کردی هم، کردهای خراسان هم باز خیلی دوستش داشتن و برحال اصلا از اونا بود. روانش شاد باد و نامش پایدار. من در طول سالهای برنامه دیدید به تیمسار صالحی خیلی احترام میذاشتم، خیلی علاقه داشتم. همیشه میگفتم عطاالله صالحی
که در جنگ و فداکاری‌ها رو کرده، بعد واقعا استحقاق این رو داشته که فرمانده کل ارتش بود. خب از اونجا برش داشتن شد معاون یا جانشین رئیس ستاد کل، آقای باقری که 20 سال از اون 15 سال از اون کوچیک‌تر. اما یه چیزی دیدم بسیار من افسرده کرد مدتی است و میخوام با آقای صالحی بگم آیا واقعا آقای صالحی این درست بوده؟ اگه بوده ارتشی که تا حالا آلوده نبود چرا باید فرزند شما آلوده بشه؟ البته در اینجا میگم که این دایی آلوده فاسد فرزنده که او رو هم میکشه به گندکاری های خودش، اما رو هم میبره به آلودگی های خودش، چون محمد شریعت مداری که تکلیفش روشنه، هم امنیتی بوده هم فاسد بوده هم دوز بوده، هنوز هم هست و هنوز هم سر کار. بعد جالبه این هادی رضوی که پسردایی عماره و داماد آقای شریعت مداری، یعنی آدم وقتی نگاه میکنه میبینه این حلقه خانواده ها چقدر حلقه آلوده، حکم میدن 10 سال برای آقای صالحی، 20 سال برای آقای داماد آقای شریعت. اما ماهافرید امیر خسروی اعدام میشه با جرمی به مراتب کمتر، وحید مظلومین، محمد اسماعیل قاسمی، سلطان سکه اعدام میشن، بعد دادستان میگه یک سکه هم پیدا نکرد. به همین راحتی میدونین چرا؟ چون پشتشون شریعت مداری نبود، پشتشون افرادی نبودن که اونا رو حمایت کنن و دلچه اونا با این درد و رنج دست به گریبان بودن که بهشون اتهام زده بودن، مجال دفاع هم نداشتن، بعدم اعدامشون کرد. و این جزو ذات جمهوری ولایت فقیه. ما در همون ماجرای برادر رفیق دوست باید میدیدیم فاضل خداداد بیگناه رو اعدام کردن، برادر رفیق دوست مأمور خرید زندان شد. خیلی جالب بود برای من، مأمور خرید زندان و بعد این آقا دبی برو این ور برو اون ور برو همه جا میره و گردش تفریش هم میکرد، الان هم که دیگه اصلا هیچی، بردست اخویه و با اخوی داره کاراشو. یعنی واقعا من نگاه میکنم آقای رفیق دوست جز کسایی است که جز قارونهای رژیمه که واقعا این آدم در این رژیم قارون به معنای واقعی کلمه. و آقای رفیق دوست به هر حال حالا ماشاءالله انشاءالله ایشون با پولایی که برداشتن سه نسل بعد خودشون رو هم آباد کرد. خب بریم یک چیزی رو بهتون نشون بدم. وزارت خارجه از همون ابتدا که قرار بر این شد سخنگوی داشته باشه، مثل وزارت خارجه آمریکا جای دید، اینا گشتن تو وزارت خارجه بگن آقا ما یه آدمی رو انتخاب بکنیم که هم سواد داشته باشه، تیپی داشته باشه، وقتی میاد اونجا میسته در برابر خبرنگارا که بعضن هم توشون خبرنگارای هوشمند هستن، البته زمانی که دیگه نماد روزنامه نگاری ایران حسین بازجوی شریعت مداری شد کمتر آدم از این رو روزنامه نگارا میبینه، معلومه دیگه وقتی آقای شمسل وایزی خونه نشینه و حسین بازجو سردبیره خب دیگه تکلیف رو روشن. اما وقتی اومدن سخنگو گذاشتن آقای مرتضی سرمدی سخنگو شد، یک آدم باسواد، یک دیپلمات، یک آدم محترم، یه آدم خانواده دار و اصیل، این شد سخنگوی وزارت خارجه، معاون. اون 30 سال معاون بود، 25 سال معاون بود و قائم مقام. بعد مثل بقیه کار وزارت خارجه همینجوری سقوط کرد. قشقاوی کسی که اون گنگکاری رو تو سوئد کرد و بعد اومد در تهران از قاتلان استقبال کرد، از قاتل زنده یاد دکتر بختیار، شد سخنگوی وزارت خارجه. گفت سال به سال دریغ از پارسال. یه خانمی رو آوردن، بعدم فرستادن سفیر در مالزی. خلاص آقای موسوی رو آوردن این آخری ها که بالاخره یه تیپی داشت و درس خونده بود و زبانی بلد بود و اینا، ولی تحمل اونم نداشتن. چون به هر حال
مراجع تقلید فاسدی مثل ناصر ابوالمکارم شکرفروش و وحید الخراسانی نگران عکس حضرت عباس و الباقی شور حسین نوری و دیگران اینا تحمل ندارن. اینا میگن وزارت خارجه ما سخنگوش باید دوتا وصله رو آستینش باشه، بو بده، ریشای زشت داشته باشه، قیافش مثل ما بزمجه باشه. این اینا اونو میپسند. موسوی هم شد سفیر، رفت باکو. اینه به باکو. حالا کیو بودن جاست؟ آقای سعید خطیب زاده. به ماشالله، هزار ماشالله. مشتاشون هم به هم میزنن و از این به بعد ایشون سخنگوی وزارت خارجه. حیف اون وزارت خارجه. من و سر زلی عزیزم کجایی؟ بذارید بذارید که از یه فرد یاد بکنم. فقط چند تا تصویر رو بهتون نشون بدم. دولت مردانه عصر شاه و دولت مردان عصر سید روح الله مصطفی کشمیری و سید علی حسینی خامنه‌ای. نگاه. مرازه کرده این مشتمونه خروار پنج تاشون. من گاهی اوقات میشم نگاه میکنم از زمان رضا شاه، داور رو میبینم، تیمورتاش رو میبینم، فروغی رو میبینم، صد رو میبینم، اخوی رو میبینم، عبدو رو میبینم، حاج مخبر سلطنه هدایت، پیر نیا، معتمر مل. بعد میام این طرف شهریور 20، چه آدمایی بودن به عنوان دولت مردانه. من نگاه میکنم با اینا که الان قیافه های مبارک و منحوسشون جلوی چشمتون هست، متاسف میشم. ملاحظه میکنی آنچه در بلاروس اتفاق میفته در روسیه سفید؟ این آقای الکساندر لوکاشنکو، این در واقع یک استالین، حالا قدش دراز ولی از نظر ضوابط کوچکتر، ولی آدم کشه، زنداناش پره، دزده، فاسده و دست هم حکومت بر نمیداره. دوباره انتخاب شد، رقیبش 10%، در حالی که رقیبش بیشتر رأی برد. به هر روی مردمش غیرت داشتن، اومدن تو خیاب. ارتشیا با مردم دارن پیوند برقرار میکنن، گل به هم میدن. این آقا هی میگه روسیه از من حمایت میکنه، ولی اینجا میخوام بتونم پوتین خیلی حواسه. بله نگاه کنید، ребята, какие вы классные! Спасибо! 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 در برابر سفارت بلاروس در مسکو بلاروس ها جمع شدن و این نکته جالبه که آقای لوکاشنکو میگه که پوتین از من حمایت میکنه، ولی روسا تا حالا هیچ موضعی که دال بر حمایت اون از این مردک باشه نشون نده. همینجاست که میخوام بگم سید علی آقا خیال میکنه که پوتین نشسته و آقا مجتبی رو بشونه رو صندلی. نه، پوتین زرنگتر از این هست. پوتین بسیار زرنگتر از این هست. شما در قطعنامه شورای امنیت که آمریکا میخواست جلوی فروش اسلحه به رژیم رو بگیره دیدید دیگه، نه کشور
رأی ممتنع دادن، از جمله متحدان آمریکا. طبیعی روسیه هم که معلوم بود وتو خواهد کرد. اما یه نکته رو میخوام بهتون بگم، روسیه یک روش مثلا الان به ترامپ نامه داده که آقا جان بیا یه کنفرانسی بگیریم، 5+1 باشه، تو هم که هستی جمهوری اسلامی رو دعوت کنیم، با از طریق گفتگو شاید بتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم. قشنگ داره بازی میکنه پوتین. مطمئن باشین لوکاشنکو رو حمایت نخواهد، و اگر این مردم با اراده ادامه بدن آنچه را در گرجستان، آنچه را در اوکراین دیدیم، اینجا تکرار خواهد شد. اون وقت برای ما مردم میشه یه تجربه. بارها و بارها گفتم بهت، ما مردم نیازی به اسلحه و نارنجک و بمب نداریم. مثل همین مردم بیایم تو خیابون بایستیم، پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان رو به دستمون بگیریم. مطمئن باشید تکون خواهد. دوستی برای من صحبت میکرد که راجع به پاسدارا، راجع به خصوص اون مجموعه فرماندهان سپاه، میگه آقا اینا به شدت ناراحتن، به شدت نگرانن. با یکیشون که دوست هست میگفت تو باورت نمیشه که اینا چجوری در این شرایط و اوضاعی که هستن میترسن مبادا کارای سید علی آقا یا دیوانگی‌های بعضی از همکاراشون کار دست ما بده. اسرائیل هم الان دیگه رسما وارد خلیج فارس شده، چه اتفاقی خواهد؟ گفت اینا بچهای سپاه، اینا اقدام خواهند، دست روی دست نمیگذارن. قاسم سلیمانی هم به همین دلیل دود شد و دستش قطع شد و هوا رفت، به همین دلیل که آقای سید علی آقا میدونه در درون سپاه آدمایی هستن به ایران به مراتب بیشتر از امام حسین و سید علی خامنه ای علاقه دارن، خیلی بیشتر. من تظاهراتی رو برای من فرستاد بودن که اشاره میکرد ایران فراتر از اسلام. یعنی داریم میرسیم به یه نقطه که مردم ارزش ایران براشون روشن میشه. ایران کجاست و باید کجا باشه؟ سید علی آقا درک میکنه؟ نه، معمولا دیکتاتورها نمیفهمن تا اون روزی که آتش در خونشون میرسه. سید علی آقا به نظر میاد همچین وضعی داره. شما در نظر بگیرید در کشور ما در قبل از انقلاب هم آدم های ثروتمند بودن، آدم های فقیر هم بودن، اما فاصله طبقاتی یه حد و حدودی داشت. شمال شهر پولدار بودن، جنوب شهر کم درآمدتر بودن، میانه شهر معتدل، میانه بودن. ولی الان ما صحبت چیز دیگه داریم. شما از آدمی میکنیم که زیر یک کوخ نشسته، یه خونه خشت و گلی، و بعد خونه های شمال شهر و ویلاهایی که مازندران کنار دریا ساختن، شما باور کنید رو تو بیولی هیلز نمیبینید. نگاه کنید به این تصاویر، صاحب اینا کی هم؟
بهشت رو گذاشتن رو زمین. بهشت. وقتی رئیس قوه قضاییه‌مون یک قاتل نامداره، سید ابراهیم رئیسی قاتل آیت الله جنایتکار، طبیعی است که جایزه حقوق بشر اسلامی رو باید کیا بگیرن؟ سه تا آدمی که نشان از آدم کشی داره، ماشاءالله، عبدالملک حوسی، رمضان شلّه که به لقاء الله پیوست و ابو مهدی المهندس که ایشون هم پیوستن، رمضان شلّه به بیماری و ابو مهدی المهندس به بمب، حالا عبدالملک حوسی هم به زودی نوبتش میرسه. اون نمیتونی جنایت بکنی مردم یمن بدبخت رو بکشی بعدم جایزه از جمهوری ولایت فقیه بگیری، جایزه حقوق بشر اسلامی، خیلی شاهکار. دختر نازنین نسرین ستوده رو احضار میکنن به اوین و بعد با کفالت آزادش میکنن. حرفای پدرش آقای خندان رو میشنیدم، واقعا متاسف شده بودم که اینا کی هستن. منتها بهترین توصیف برای رژیم، حالا من در قسمت دوم به مسائل سیاسی میرسم، ولی از زبان خودشونه، از زبان آیت الله سید جعفر صدر قائمیه، یه روحانی محترم در قوم، یه آدمی که به هر حال احترام و اعتباری داره، شاگردانی داره. ببینید راجب رژیم چه میگه. همه به غلط کردن میافتن. کجا پول ما و تفاوت بنزین رو به حساب مردم واریز کردید؟ کجا پول نمیدونم اعداد و ارقامی که وعده و وعید میدهید به حساب مردم واریز کرده اید؟ چرا بازی میکنید؟ چرا ستم میکنید؟ مگر تجربه نشد برای شما دوران شاه که چنین ظلم هایی کردن؟ خیلی از شما کمتر ظلم کردن، خیلی از شما آقاتر بودن، خیلی از شما بزرگوارتر بودن، خیلی از شما پابندتر به دین و به شرف و به خدا و پیغمبر و چهارده معصوم بودن بدون هیچ گونه ادعایی. لباس پیغمبر به تن کرده اید و چنین ستم می کنید. خدا را عصبانی کرده اید، غضب کرده است. آقا حجت ابن الحسن العسکری را نمی خواهید که کاری بکنید که او بیاید ضمانت این مردم شیعه مرتضی علی را بکند. تا کی باید کشته بدهیم؟ تا کی باید این چنین شرایطی داشته باشیم در شرایطی که داریم وارد مهمانی خود خداوند می شویم؟ آخر چرا چنین می کنید؟ آخر این چند روز دنیا، این چند سبای دنیا چه ارزشی دارد؟ برای چه باید این گونه باشد؟ به چه دلیل باید این رفتارها رو بکنیم؟ والله قسم، بالله قسم، تالله قسم، مرگ برای همه است، مرگ برای همه است. هیچ کس از مرگ فراری نیست، هیچ کس در هیچ جا در هیچ شرایطی نمیتواند نمیرد. حتی اسرائیل هم که آخرین فرد است از این دنیا باید رخت ببندد. پس بنابراین چرا طبیعت خدا را چنین کردید؟ معادن خدا را چنان کردید؟ دریاهای خدا را چنان و چنین کردید؟ حال هم رحم نمی کنید، مردم را جدام فکر می کنید، مردم را در شرایطی قرار می دهید که باشون مثل یک گدا برخورد می کنید، مثل صدق خور برخورد می کنید. آیا 45,500 تومن به کدوم زندگی میتواند جوابگو باشد در شرایطی که در سوپرمارکت ورود میکنی، در میوه فروشی ورود میکنی، دو تا پاکت نمیشود؟ حال اون موقع خجالت نمیکشید که بیایید ملت رو بهشون بگویید آقا همه تأمین میشوید، همه رو تأمین میکنید، هیچ چکی رو برگشت نمیزنیم تا 5 ماه، تا 4 ماه، تا 6 ماه، تا بتونیم این رحمت الهی را، این نعمت الهی را که به نام ویروس برای آگاه شدن هم شما هم ملت دنیا خداوند متعال نصیبمان کرده است، با یک روش بهتر، با یک راه بهتر از کشورمون دور کنیم، تلاش کنیم به مردم دنیا هم اونها هم دور کنن.
آقا حجت ابن حسن رو بخواهیم، صدا بزنیم، فریاد بزنیم، التماس بکنیم، خدایا غلط کردیم، ستم کردیم، بچه های خودتون رو، خانواده های خودتون رو در اوج رفاه و نعمت قرار می دهید و حتی در کشور برایشون شرایط خاص به وجود می آورید، منهای آنهایی که با ثروت های آنچنانی به کشورهای دیگر فرستاده اید. حال چه می خواهید از این مردم؟ حال چه می خواهید؟ مگر شاد چه کرد تا مردم رو به خیابون کشون؟ مگر کدوم ظلم تا به حال در طول تاریخ پایدار بوده است که شما چنین ظلم میکنید، چنین ستم میکنید؟ رحم و مروتتون کجا رفته است؟ به یاد بیاورید اون روزگارانی که میخواستید سوار این ملت بشوید، چگونه ملت ملت میکردید، چگونه التماس میکردید. آخوندی که 5000 میگرفت تا منبری در یک مجلسی برود، این 5000 را به عنوان منبرش بگیرد، حال ماشین ضد گلوله سوار می شود، حال امضای میلیاردی که چرف کنم چند صد میلیاردی می کند. چرا افرادی که ظلم کردن، چرا افرادی که ستیز کردند و خطا کردند و اموال بیت المال را خوردند، اینها را به تلویزیون نمی آورید تا مردم ببینن اینها چه هستن، چه هستن؟ الا اینکه همه اینها از بستگان خود شما هستن، از وابستگان خود شما هستن، از افرادی هستن که رئیسشون خود شما هستید. اگر من بچه سید بودم که کس و کاری نداشتم، به یقین من رو به تلویزیون می بردید و نمایشم می دادید 1000 بار، 1000 بار. چرا این کارا رو می کنید؟ چرا این کارا رو می کنید؟ تا کی می خواهید ستیز کنید؟ تا کی نمی خواهید بپذیرید؟ آی دولت مردا. بله، من نمیدونم یک ذره آقای وحید قراسانی غیرت داره که اینا رو گوش میده اینجا عمامش رو بزنه زمین، نه برای حضرت عباس. آقای شوبر زنجانی چرا پا نمیشه بیاد بیرون تو خیابون قم نعره بزنه، سرش رو بزنه به دیوار؟ یک دونه مرجع دیگه نداریم، مرجع یک آب بردش رفت، دود شد رفت هوا. در زمان اون پدر و پسر بود که حائری داشتیم، بروجردی داشتیم، ارباب داشتیم، صدر داشتیم، شریعت مداری و گلپایگانی و مرعشی داشتیم. اینا کیان؟ خونساری داشتیم، میلانی داشتیم، کفایی داشتیم، یک مش آخوند جلنبر دزد سر تا پاشون آلوده است. وحید خراسانی میلیاردها پول میگیره، آقازاده ها خرج میکنه، داماد جونشون خرج میکنه، عیالات بعدی رو میگیرن. واقعا شرم‌آوره. خدا پدرتو بیاموز، اقلا یه آخون دیدیم یه ذره غیرت داشت، صداش در اومد. واقعا بی غیرتی وجودشون رو گرفته. واقعا من یه آخوند با غیرت الان نمیبینم. خیلی بده، خیلی بده. یعنی شما واقعا ملاحظه نمیکنید که یک آخوند غیرتمند داشته باشه. بریم اسفنجان عزیزم یک آهنگی داشت، فرهادم خونده بود، شعر شهیارم. بعد اسفند دوباره اومده اینو دوباره ساخته، گوش بدید بعد راجبش حرف میزنم. ممنونم اسفند جان که برای ما فرستاد. با درود به اسفند عزیزم، شهیار و فرهاد نازنین که رفت و شاملو که یاد و حضورش در دلهای ما ابدیه. اسفند یک انسان خاصیه، یک هنرمند خاصیه و تحولی که به وجود آورد در موسیقی متن فیلم و بعد آهنگایی که ساخت. گاهی میرفتم پیشش توی کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان، تو اتاقش یه پیانو داشت، بعد میگفت ایرز گوش بدین الان ساختم. یادش بخیر. هر دو جوان بودیم، چقدر جوان. چند روز پیش باهاش صحبت میکردم، گفتم او و مرتضی نگاهی خیلی خوشحالم کردن، صحبت کردن. مادر منوشهر جان بختیاری پیامی داره. این مادر داغدار که نوشو کشتن، پسرشم به زندان بردن، خطاب میکنه سید علی آقا رو،
اهالی ولایت جهل و جور و فساد بود. واقعا آقای خامنه‌ای شرم‌آوره که دختر نسرین ستوده رو بگیرن. شرم‌آوره. مادرش رو 148 ضربه شلاق، اصلا پیکر نحیف نسرین تحمل دو ضربه شلاق رو داره. چه داری میکنی سید؟ چه سرنوشتی داشت؟ چه لعنتی برای خودت خریدی؟ اون پدر وارستت آدم حسابی، مادر نازنینه، تو چجوری خودت با خودت شرم نمی کنی سید؟ بشین جلو آینه در خودت نگاه کن، پیر شدی. ما همه اون پیر میشیم، ولی چه سر چه چیزی داری با خودت میبری؟ نفرین یک ملت، نفرین این مادر و هزاران مادر دیگه. گوش بده. من بی بی زهرا هستم، مادر منوچهر بختیاری هستم. منوچهر من به دادپایی پسرش اومد بندرعباس جزیره کیش، گرفته گذاشته زندان به خاطری که مادرش مریضه. 3 روز اتصاب قضا کرده یه زنگی به مادر پیر مریضش بزنه. بهتان هوشکار میدم، بچه من یه هفته بهتان وقت میدم، یه هفته بچه من آزاد کنید. اگر آزاد نکنید هر چی دیدید از چی خودتان دید. خدا شاهد کتایونه این شیر زنه. نگاه کنید این زن چه میگوید. یک هفته ای بچه ما آزاد کنید، ولی هرچی در چیش خودتون دید. اینقدر آدم دلاور. این مردان سیبیلو سپاه برید خجالت بکشید. این مادر که میبینید سرتون رو به دیوار بزنید. رستم قاسمی اون پولایی که دزدیدی بشین خجالت بزنید و بزن سرخاب بمان. شما فرماندهان سپاه همین کار رو باید بکنید. شما لیاقت این ندارید که به عنوان سپاهی ازتون یاد بشه. شرم بر شما. بچه های ارتشی، هیچ وقت من نیومدم اینجا ازتون چیزی بخوام یا بگم. وقتی حبیب سیاری اومد و حرفا رو زد گفتم بابا درود. داستان پسر آقای صالحی من خیلی آزرده کرد، خیلی بهش احترام میذاشتم، باورم نمیشد دایه پسره رو اینجور آلوده کرده باشه داماد آقای شریعت مده. اما ارتشیای با شرف، شما رو خطاب میکنم، دلتون میاد مادر بختیاری اینجوری منوچهر اینجوری زار بزنه؟ دلتون میاد دختر نسرین ستوده به اوین احضارش میکنن ببرن بعد کفالت سنگین؟ مادرشو میخوان 480 ضربه شلاق بزنن؟ اون پیکر نحیف نسرین اعتصاب قضا کرده مریض، اون خندان شوهر با شرفش. واقعا شرم بر شما باد. آی سیدعلی چی کار داری میکنی؟ فکر میکنی برای بچت جایی هست؟ فکر میکنی آقا مشتبه برای احمد خمینی جایی بود که برای آقا مشتبه باشه؟ نه برای اون هست نه برای حسن آقا، برای هیچ کدوم. ولایت جهل و جور و فساد رو مردم به آتش میاندازن، دود خواهد شد و خواهد رفت و این فصل ننگین تاریخ ما بسته خواهد شد. یک کلیپ رو نگاه کنید در مورد ثروتی که در اختیار مقام معظم رهبری. نگاه. حکومت‌های رانتیر یا رانتخار، حکومت‌هایی که درآمدهای بادآورده‌ای مانند منابع طبیعی دارند که اونها را از پول مالیات مردم یا تولید داخلی مستغنا می‌کنند و به همین دلیل از مردم سالاری فاصله می‌گیرند. طبق گزارش رویترز، رأس حکومت ایران دو بازوی قدرتمند مالی داره: متملکات مستقیم آیت الله خامنه‌ای که به 200 میلیارد دلار میرسه و ستاد اجرایی حضرت امام که 95 میلیارد دلار. غالب این ثروت افسانه‌ای از صادرات نفت به دست اومده. 52 میلیارد هم از
طریق مصادره املاک و مستغلات اقلیت‌های دینی و اهل سنت. کنترل تمام این ثروت مستقیما در دست شخص ولی فقیه، 57 برابر مجموع ثروت 3.5 میلیارد دلاری شاه سابق ایران و 90% بیشتر از صادرات سالانه نفتی کشور. این یعنی تشکیل حکومتی که به مردمی بودن نیازی نداره. رسانه، اقتصاد و قدرت نظامی رو در دست گرفته و در ساختار حکومتی نیاز به پاسخگویی به احدی رو نمی. حضورتون عرض کنم، خب ما در این برنامه زمینه ها برنامه های متعددی داشتیم، ولی الان یه برنامه ویژه داریم درست میکنیم، به زودی مجهز خواهید کرد. میدونید که روز جمعه طرحی که آقای ترامپ به شورای امنیت فرستاد رأی نیومد. دو کشور فقط رأی مثبت بهش دادن و آمریکا و دومینیکن ریپابلیک، بقیه رأی ممتنع دادن، به خصوص اروپایی و بعدم دو رأی وتو. یعنی آقای بولتون اشاره کرد از مکانیزم ماشه استفاده کرد. مکانیزم ماشه چیه؟ الان مرسو هست. مکانیزم ماشه اینه که آمریکا حالا که نتونسته از شورای امنیت در واقع گو اهد بگیره برای ترتیب دادن مجازات های بیشتر، خودش اقدام خواهد کرد. 4 تا کشتی نفتی شد که میره ونزوئلا گرفتن بردن در هوستل و گفتن که بعد معلوم شد صاحب یونانی کشتی ها خودش پیشا پیش خبر دادن کشتی ها دارن میان و بگیرنش. خب برنامه دیپلماسی ماشه و اجراعات ماشه خیلی ساده است. سخت‌ترین فشارها بر جمهوری ولایت فقیه اعمال بشه، جلوی هر کار اقتصادیشون رو بگیرن. حالا براتون مثال میزنم. ببینید، امارات با اسرائیل با حضور آمریکا روابط برقرار کرد. در روز دیگه هم امضا میکنن، سفارت اسرائیل باز میشه، سفارت امارات در تل آویو، پرواز مستقیم بین دو کشور برقرار میشه. من با دولت خود مختار فارسی صحبت کردم، نبیل ابورداینه که بیانیه رو خون دوست عزیز من صحبت کردم و اینا بسیار ناراحت بود، ولی بعد دیدم که آقای پومپیو پیام داده و گفتن به فلسطینی آقا این مقدمه احیای ترسل فلسطینی. ابو مازن هم خیلی هوشمنده گفت آقا با مشاوراش گفتگو میکنه بعد اعلام کرد. جمهوری اسلامی که فقط برای عربده بکشه یه ترقم به سوی اسرائیل در نکرده، اومد و امارات رو تهدید کرد و کیهان یه تیتر خیلی زشتی زد و که بعد امارات هم شد تارگت و هدف. خیلی به اماراتی ها برد، سفیر نبود ولی کاردار رژیم اونجا بود، احضارش کردن، گفتن آقا شما غلطای زیادی کردی، امارات یک هدف مشروع مقاومتی یعنی چی؟ یعنی میخواین چه خرابکاری بکنیم؟ پدرتون در میاد. و فکر کنید ایران که میتونست مثل زمان شاه نمادی از یک برادر بزرگتر باشه که آرامش رو برقرار میکنه، دوستی، مهر، کمک میکنه، امروز تبدیل شده به یک لولو که فقط کارش خراب، فقط کارش خراب، کشتی میدوزه، آدم میکشه، آدم میدوزه. آقا شما فکر کنید 41 سال این رژیم چی از خودش به جا گذاشت؟ 41 سال شما از این رژیم کدوم خیر رو برای ایران دید؟ مشاور عالی آقای رئیس جمهوری، داماد قربان علی ماسپند و معاونش در وزارت اطلاعات، مدعی است که آقای روحانی بعد از آبان دیگه اصلا حال و روز درستی نداره. عجب روحانی این کسی است که در 18 تیر به ارتشی‌ها، سربازها و پاسداران میگه برید بکشین دانشجوها رو. مگه قالیباف یقه‌شو نگرفت توی مناظره تلویزیونی؟ قشنگ ریخت بیرون. این صداش هم گم کرد و من پیدا کردم پخش کردم، یه حرفی که میزد برای دانشجو. خب
این آدم که سر تا پا دروغ، سر تا پا فریبکاری، حالا خوابش نمیبره؟ حالا ایشون حتما هم خوابش نمیبره، خوابش شاید هم نبره، خوابش نمیبره که پسر خودش خودکشی کرد به خاطر اعتراض بودش. حالا آقای حسام الدین آشنا مدعی هستن که بله، رئیس جمهوری تا کنم گزارش قتل خواب، گزارش قابل دفاعی از کشته شدگان دریافت نکرد. بله گفته که حسن روحانی کسی نیست که گفته باشد مردم را بکشید و هیچ گزارش از این ماجرا نداره. واقعا شرم بر شما باد. عبدالرحمن فضلی وزیر کشور که در این کشتار هم دستوشه میگه بین 200 تا 25 نفر. گزارش رویته 1500. و واقعا اسباب تأسف. آقای آشنا برای که حداقل خودت تو یه خود تطهیر کن، قطعای زنجیری بالا سر تو و پدر زنته. قربان علی ماسمن دوری نجف آبادی یک مجسمه بلاحت و در نوع آدم کشی دستور آقا فرمودن، آقا فرمودن فروهه رو ترتیبش بدیم کنار زمین فوتبال میره کاظمی مستقیما به خود بود پیغام میره کنار زمین فوتبال میگه چرا دخلشون رو زودتر نمیادی، همونجا سوار ماشینشون میکنه میگه برید برید فروهه رو بکشید، برید پوینده رو بکشید. دونه دونه خود قربان علی ماسمن خودش دستور بود. چرا میگم ماسمن؟ روزی یه کوزه ماس میورد تو وزارت اطلاع جسم میگرفت که من فقط ماس میخورم، زخم دم داشت، من فقط ماس میخورم. بله مختاری رو این دستور، شریف رو این دستور، پیروز دوانی رو این دستور، برازنده رو این دستور، سانعی رو این دستور، همه رو به دستور این جنایتکار کشتن. و آقای داماد محترمشو، آقای آشنا، اینا یادتون نره. بله حضورتون عرض کنم که دو سه موضوع دیگه مونده که سریع بهش برسم. یکی دبیر کل سابق حزب الله صبحی توفیلی، براتون گفتم روز جمعه صحبتی خیلی جالبی کرد در مورد حزب الله، جنایاتش، خامنه‌ای، بلایی که اینا در لبنان آوردن. من اصلا وقتی می‌دیدم که آقای وزیر خارجه جمهوری ولایت فقیه، آقا جواد خودم، رفته لبنان، لبنانی که در عزاست، در غم درده، اون خنده‌های احمقانه جاهلانش رو نگاه کنید، آدم حالش فهم می‌خواد، توییت می‌کنه، اینا رو می‌نویسه، رفته با نخست وزیر آقای حسن دیابی که برکنار شده است و بی آبرو با ایشون گفتگو کرد. آدم حسابیه که حاضر نیستن باش بشینه. چون برون خود ایشون یکی از کسایی است که در ماجرای قتل رفیق حریری جز مجموعه حاکمیت است. و چقدر در بیروت بهش بی اعتنایی کردن. چقدر بی حرمتی کردن بهش. ارزشی براش قائل نشدن. همون نوکر خودشون حسن نصرالله و دار و دسته اونا و نماینده جهاد اسلامی و صابرین و اینا باشون بشنه حرف بزن. باری صحبت های شیخ صبحی توفیلی دیکی صحبتشو با هم میشنه. فوق رئیس جمهوریه امین عام حزب الله، فوق رئيس المجلس النيابي أمين عام حزب الله، فوق حسان دياب أمين عام حزب الله. إذن هو الأساس، هو لازم يتحاكم أولا كلبناني ومن ورائه خامنائي. خلينا نقول الأمور بوضوح وبصراحة، من يتحمل المسؤولية؟ من الحاكم؟ هلا بيجي بيقولوا لي والله بعلبك كل يوم فيها معارك ورصاص عم تموت الناس، مين المسؤول؟ والله مسؤول الامن المحلي. ليش بعلبك بيسترجي الامن المحلي يتحرك بدون اوامر من سلاح ايران في لبنان؟ ما حدا
يقول لا عم تتعدى على سلاح المقاومة، هذه ليست مقاومة. بعد الألفين واثنين ليست بعد الألفين ليست مقاومة. هذا السلاح يخدم العدو الصهيوني، هذا السلاح حارس للعدو الصهيوني، هذا السلاح دمر سوريا، هذا السلاح دمر العراق، هذا السلاح دمر اليمن، هذا السلاح دمر لبنان، هذا السلاح. دیگه بهتر از این نمیشه دیگه. این اسلحه‌ای که حزب الله داره لبنان رو نابود کرد، عراق و یمن و سوریه. و این صدا تنها نیست. حسن نصر شیطان مورد نفرت مردم لبنان، مورد نفرت. روحانی برمیگرده میگه که بله مبادا پای صهیونیستا به منطقه باز بشه. باز شده. تیم میفرستن میان ایران، در یالقوز آبادتون میرن 50,000 داکومنتو میبرن. چی میگی حسن آقا؟ شیخ حسن کجایی؟ خوابی؟ صهیونیستا پاشون وا بشه؟ تو اتاق خواب آقای خامنه‌ای هست. چی داری میگی تو؟ همه جاتون هست، همه جا. نتنزتون اونجوری زدن، اونای دیگه‌تون زدن. هر روز یه آتش سوزی. چون نمیتون از خودتون بپرسی که این چه کشوری که شما داری، این چه ادعایی است که میکنید که موشک‌های ما کره مریخ رو میزنن. چی میزنن؟ فریب دادن مردم، دروغ گفتن به مردم و سر تا پا دروغ گفتن و این حکومت جهل و جور و فساد رو ادامه ده. نه، پایدار نمیمونه. مردم برخواهند خواست. الان کرونا رو دارید به مردم به ضرورت بدی تحمیل میکنید و منتشر میکنید. مردم امسال عاشورا نه، محرم نه، در خانه عزاداری کن، ولی این بلا رو منتشر نکن. بذار روزخونا خودشون مبتلا بشن. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارد.